افقهای دوردست می نگرد و اهداف بلندی را دنبال می کند. سرعت پیشرفت مادی و معنوی کشور باید در تراز این آرمان ها و اهداف و در شأن ملت بزرگ باشد، ملتی که بنده و مجلس شورای اسلامی منتخب او هستیم. ما یک ملت بزرگ را نمایندگی می‌کنیم. ملت ما هدف‌های بزرگ دارد. هدف‌های بزرگ تصمیمات بزرگ و اقدامات بزرگ می‌طلبد. باید گام‌های بلندی برداریم. البته همیشه چنین فرصت‌هایی در اختیار ما نیست. 4 سال گذشته نشان داد که ظرفیت‌های فعال، نیمه فعال و بالقوه در کشور فراوان و بیشمار است. البته برخی محدودیت‌ها و کوته‌بینی‌ها به ما و شما اجازه نداد از همه آنها برای اعتلاء کشور بهره ببریم. به عنوان نماینده ملت اعلام می‌کنم که در دوره جدید دولت مصمم است با تمام توان در صحنه خدمت حاضر شود و همه ظرفیت‌های کشور را فعال سازد، و این نیازمند همراهی و پشتیبانی مجلس محترم و دیگر قواست. می‌خواهم مجدداً به سرفصل برخی از برنامه‌ها اشاره کنم. 1. فرهنگ. حفظ هویت و اصالت و ارزش‌های ما مستلزم حفظ عناصر ممتاز فرهنگی ماست. عدالت طلبی، عزت جویی، علم آموزی، عشق و محبت و ایثار، نجابت و پاکی، اخلاق نیکو، روحیه تلاش و مجاهدت و هنر و ادب با همه زیبایی ها و ارزش های آن باید در همه بخش های آموزشی، پرورشی، اجتماعی و فرهنگی کشور جاری شود. اندیشه های بلند و مفاخر علمی، ادبی و هنری هر کجا که باشند، در حوزه و دانشگاه و عناصر صاحب اندیشه و فن در همه زمینه ها سرمایه های اصلی کشور و الگوی پیشرفت و تعالی و موتور حرکتند. باید روش های کارآمدتری برای حضور آنان در عرصه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا فراهم شود. در همینجا از همه برای همدلی و همراهی و حرکت دعوت می کنم. تنوع فرهنگی از زیبایی های بی‌بدیل ایران زمین و سرمایه ملی ماست. حفظ و بالندگی آن وظیفه همگانی است. توسعه گردشگری به عنوان عامل مهم پیوند و تبادل فرهنگی بین ملت ایران و سایر ملت ها باید مورد تأکید جدی قرار گیرد. نوجوانان و جوانان برومند کشور سرمایه های اصلی کشورند و این شایستگی را دارند که در آوردگاه های علم و فضیلت، نوآوری و ورزش بر سکوهای جهانی بدرخشند. زنان و دختران این سرزمین پاکترین، مهربانترین و شریفترین زنان و دختران جهانند. باید زمینه نقش آفرینی سازنده تر و گسترده تر آنان در همه عرصه های اجتماعی، علمی، ورزشی، هنری، سیاسی و اجرایی، برنامه ریزی و سیاست گذاری فراهم گردد. ملت ایران می تواند الهام بخش و حرکت آفرین در منطقه و جهان باشد و این نیازمند دریغ نکردن فرصت ها از آحاد مردم است. 2. امور اجتماعی.
خانواده رکن اصلی و پایه‌ای در تربیت و بالندگی انسان‌ها و آرامش و امنیت کشور است. مادران این سرزمین بهترینند. همه باید برای حفظ و حرمت و کیان خانواده تلاش کنیم. همه باید احساس آرامش و امنیت داشته باشند. پاکی و پاک دستی، صداقت، امانتداری، نشاط و شادابی، محبت و برادری و شجاعت در دفاع از حق و مظلوم باید در فضای کشور و در تمام امور جاری باشد. همه مردم شهروند درجه یک هستند و از حقوق مساوی برخوردارند و در برابر قانون مساوی هستند. هیچ کس حق ویژه و امتیاز برتر ندارد. هیچ کس نباید احساس کند حقی از او دریغ شده است و یا فرصت شکوفایی نداشته است. هیچ احدی نباید احساس تبعیض کند یا احساس کند که کرامت او مخدوش شده است. آزادی ودیعه الهی و ارمغان انقلاب عظیم اسلامی است. همه باید از اوج آن صیانت و مراقبت کنیم. احدی حق ندارد با عناوین مختلف و مجعول آزادی های اساسی و قانونی را محدود کند. سه، امور اقتصادی. کارهای مهمی باید انجام شود. ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود. تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه جانبه باشد. راندخاری و ویژه‌خواری که موجب تبعیض، نابود کننده انگیزه های سالم و سازنده و منشأ فساد است باید برچیده شود. ساختارها باید به سرعت اصلاح گردد. طرح تحول اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق چشمنداز و اجرای سیاست‌های اصل 44 باید به سرعت اجرا شود. هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظامات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، توزیع و تقویت ارزش پول ملی از ارکان اصلاحات ساختاری است که باید به سرعت عملیاتی شود. دوستان من، دولت با بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی طراحی لازم را انجام داده است و اجرای سریع آنها نیازمند تصمیمات شجاعانه مجلس است.